ماه محرم الحرام نزدیک می شود و یک بار دیگر موضوع بازار سیاه فروش بلیت در ایام محرم و به خصوص اربعین حسینی که شیوهی برای خالی کردن جیب زائران امام حسین علیه السلام به مسئله و دقدقهی جدی تبدیل شده است. حالا وزیر راه و شهرسازی ایران طی اظهاراتی بر ممنوعیت هرگونه پیشفروش فروش یا چارتری یا افزایش قیمت و ایجاد بازار سیاه بلیط پروازهای اربعین حسینی تأکید, تأکید کرد اما درباره راههای چگونگی اعمال این ممنوعیت سخنی به میان نیاورده است هر سال با نزدیک شدن ماه محرم و اربعین حسینی شرکت های هواپیمایی آژانس های فروش بلیط و وبسایت های فعال در زمینه فروش بلیط‌های های هواپیمایی فرصتی مناسب برای فروش هرچه گرانتر بلیت هواپیما به زائران آستان های مقدس پیدا می کنند. در واقع این فروشندگان بلیت که بهتر از آنان را دلالان بلیت بنامیم بازار سیاهی ایجاد کرده و جیب زائران را خالی می کنند. حالا رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی کشور ایران در دومین نشست هماهنگی کمیته حمل و نقل اربعین حسینی که به منظور بازنگری در وظایف محول شده به سازمانها و ها برگزار شد با بیان اینکه قیمت بلیط های هواپیما برای ایام اربعین حسینی در سایت سازمان هواپیمایی مشخص می شود افزود هیچ نوع در این ایام به صورت چارتری به فروش نمی رسد. وی افزود به منظور مذاکره درباره خدمات سفرهای هوایی به زوار اربعین با مسئولان عراقی سفری به این کشور خواهیم داشت و با ایجاد سامانه های مختلف و تمهیدات لازم اجازه نمی دهیم. هیچ بازار سیاهی برای فروش بلیط های هواپیما در ایام اربعین تشکیل شود. وی همچنین افزود حجم جمعیت زوار اربعین در سال جاری بسیار بالاست و تعداد زیادی از مسافران نیز از مرزهای زمینی عبور خواهند کرد و مسیر عمده حمل و نقل زمینی است بنابراین باید نظم و انضباط مرزها به خوبی فراهم شود گفتنی است این اظهارات وزیر راه و شهرسازی ایران در حالی مطرح شده که مسئولان و وزرای دولت های قبلی ایران نیز هر سال سخنان مشابهی را مطرح می کردن اما باز هم بازار سیاه به وجود می آمد. و باز هم زائران امام حسین علیه السلام قربانی این شرکت ها می شدن و دلیل این مسئله هم آن است که مسئولان ایران فقط و فقط به بیان باید و نباید ها می و هیچگاه راهکار و راه حل عملی برای جلوگیری از ایجاد چنین بازارهای سیاهی را در دستور کار خود قرار نمی دهند و دست دلالان را برای چپاول باز می گذارند. علی اکبری اخبار شیعه گفتنیست چندی پیش رئیس تشکلهای انقلابی ایران تیه اظهاراتی نسبت به وضعیت بازار سیاه خرید و فروش بلیت به زائران حسینی به شدت انتقاد کرد و یک خانم را مسئول اداره این بازار سیاه چارتری معرفی کرد. به نظر میرسد شناسایی عامل اصلی این بازار سیاه چه این خانم باشد و چه فرد دیگری کار بسیار ساده است و باید هرچه سریعتر توسط مسئولان و مقام های ایرانی انجام شود تا جلوی سو استفاده از زائران در محرم و اربعین حسینی امسال گرفته شود در صورت تکرار بازار سیاه امسال مشخص خواهد شد که مقامها و دستگاه های ایرانی تمایلی به حذف این بازار سیاه ندارند و خودشان نیز از آن بهره مند شوند.